آیا در مذهب حنفی واقعا برای زنان اجازه تحصیل داده نشده؟ یادآور میشیم که در مذهب حنفی مانند بسیاری از مذاهب اسلامی دیگر تحصیل برای زنان به طور کلی اجازه داده شده و هیچ ممنوعیت کلی بر تحصیل زنان وجود ندارد. در تاریخ اسلام بسیاری از زنان به تحصیل و علم آموزی پرداختند و به ویژه در دوره های مختلف زنان در حوزه های علمی و دینی فعال بودند. با این حال باید توجه داشت که در عمل ممکن است محدودیت ها و چالش های در برخی مناطق و جوامع وجود داشته باشد که به دلایل فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی بر تحصیل زنان تأثیر بگذارد. این محدودیت ها لزوماً مربوط به اصول دینی نیستند، بلکه به طور عمده به تفسیرها و فرهنگ های محلی مرتبط میشن. در مذهب حنفی اصول کلی اسلام که شامل حق تحصیل برای زنان نیز می شود مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین در اصول مذهب حنفی زنانی که به دنبال تحصیل هستند حق و فرصت های لازم برای این کار را دارند. یک کمی بیشتر درباره مسئله تحصیل زنان در مذهب حنفی و تاریخچه آن بگوییم. خود مذهب حنفی و تحصیل زنان مفاهیم اصولی چیست؟ تحصیل علم در اسلام به طور کلی تحصیل علم برای هر مسلمان چی زن و چی مرد به عنوان یک وظیفه شناخته می شود. پیغمبر بزرگوار اسلام نیز به طور صریح به اهمیت علم آموزی اشاره کرده و فرمودند که طلب علم فریضه، طلب علم، تحصیل علم بر هر مسلمان واجب است. مذهب حنفی این مذهب یکی از مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت است و به ویژه در مناطق مختلف مانند آسیای میانه، هند و پاکستان رایج است. هیچ گونه محدودیت بر تحصیل زنان نمیگذارد. در واقع اصول کلی این مذهب مطابق به اصول عمومی اسلام است که حق تحصیل را برای زنان نیز به رسمیت میشناسد. اما تاریخچه زنان عالم در تاریخ اسلامی زنان زیادی بودند که به تحصیل و آموزش پرداخته و حتی به تدریس و فتوا دادن مشغول بودند. برای مثال حضرت عایشه صدیقه همسر پیغمبر بزرگوار اسلام به عنوان یکی از بزرگترین عالمان تاریخ اسلامی شناخته میشن و در زمینه‌های مختلف علمی از جمله فقه و حدیث تاثیرگذار بودند. مکتب‌های آموزشی در دوران طلایی اسلامی زنان در مدارس و دانشگاه‌های اسلامی مانند دانشگاه الازهر در مصر و دانشگاه قرطبه در اندلس به تحصیل و تدریس مشغول بودند. این مراکز آموزشی برای زنان نیز باز بود و با آنها امکان آموزش و پرورش می‌داد. و مسائل محاصر تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی در برخی مناطق و جامعه ممکن است مشکلات در زمینه تحصیل زنان وجود داشته باشد که عمدتاً به دلیل مسائل فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی است و نه به خاطر محدودیت‌های دینی. در بسیاری از کشورها تلاش‌ها برای ارتقای حق تحصیل زنان و حذف موانع موجود در حال انجام است. علما و مراجع دینی در اکثر کشورها و مناطق اسلامی بر این نکته تاکید دارند که تحصیل برای زنان حق طبیعی آنهاست، ولی طالب دو پارو در یک موزه کرده میگه نیست و باید با موانع فرهنگی و اجتماعی که ممکن است وجود داشته باشد مبارزه کرد. در مجموع مذهب حنفی و اصول اسلامی به طور کلی حق تحصیل زنان را به رسمیت میشناسد و محدودیت هایی که ممکن است در عمل وجود داشته باشد بیشتر ناشی از مسائل غیر دینی است. اما سوالی پیدا میشه، طالب ها در افغانستان ادعا میکنند که در مذهب حنفی زنان اجازه تحصیل ندارند و باید علما ریسرچ کنند. 3 سال گذشت و هنوزم اینا هنوزم به نتیجه نرسیدن. ادعایی که طالبان در مورد محدودیت های تحصیلی برای زنان به ویژه در زمینه مذهب حنفی با اصول و تاریخ اسلامی و فقه حنفی میگن سازگار نیست هستند. این موضوع نیاز به بررسی دقیق تر داره. اول اصول فقه حنفی و تحصیل زنان. این مذهب به طور کلی بینندای گرامی هیچ محدودیت برای تحصیل زنان قائل نشده. فقه حنفی مانند دیگر مذاهب اسلامی تحصیل علم را
برای همه مسلمانان هم از مرد و زن لازم و واجب میداند. اصول کلی دین مبین اسلام نیز بر این نکته تاکید میکند که زنان نیز حق دارند به تحصیل علم و دانش بپردازند. در تاریخ اسلام زنان در زمینه‌های علمی و دینی فعال بودند و تحصیل و آموزش در دوره‌های مختلف اسلامی برای زنان امکان پذیر بوده. زنان علمی مثل حضرت عایشه صدیقه و دیگر زنان عالم در دوره‌های مختلف اسلامی وجود داشتند که نشان دهنده تاکید بر اهمیت تحصیل زنان است. همینطور در دوران‌های مختلف اسلامی دانشگاه‌ها و مدارس اسلامی از جمله در مناطقی که تحت تاثیر فقه حنفی بودند به زنان امکان تحصیل می‌دادند. اما وضعیت معاصر و ادعاهای طالبان، سیاست‌های طالبان چیست؟ طالبان در افغانستان سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که منجر به محدودیت‌های شدید در حقوق زنان و دختران از جمله تحصیل شده است. این سیاست‌ها بیشتر به دلیل برداشت‌های خاص و تفسیرهای سیاسی و اجتماعی و محلی از اسلام و فرهنگ محلی است و نه به خاطر اصول فقه حنفی. طالبان و گروه های مشابه ممکن است تفسیرهای از شریعت ارائه دهند که با برداشت‌های سنتی یا فرهنگی خاص خود تطابق دارد. این تفسیرها میتوانند به محدودیت‌های تحصیلی و اجتماعی منجر شود که عمدتاً به دلیل تحولات سیاسی و اجتماعی است و نه به خاطر اصول دینی. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و علمی به این محدودیت‌هایی که طالب‌ها هر روز وضع کرده ایران مثلا قانون جدیدشان اعتراض کرده و به ویژه بر حق تحصیل زنان تاکید میکنند. این واکنش‌ها به طور کلی بر اساس اصول اسلامی و حقوق بشر است که حق تحصیل برای همه انسان‌ها را باید به رسمیت بشناسند. در نتیجه ادعایی که طالبان در مورد عدم اجازه تحصیل برای زنان در مذهب حنفی با اصول کلی و تاریخی اسلامی و فقه حنفی اصلا سازگار نیست و بیشتر ناشی از تفسیرهای خاص و تحولات سیاسی و فرهنگی است. و من امروز هم که از بیشتر دوستا سوال میکردم که آیا کدام روایت تاریخی و یا نقل قولی وجود دارد تا ثابت نمایه که مذهب حنفی مشکل با تحصیل زنان داره. برای اثبات ای که مذهب حنفی مشکل با تحصیل زنان نداره میتونیم به چند روایت تاریخی و نقل قول معتبر اشاره کنیم که نشان میده زنان در فقه حنفی و تاریخ اسلامی به تحصیل و آموزش مشغول بودن که به چند نمونه توجه شما را جلب میکنم. مذهب حنفی یکی از چهار مذهب فقهی اهل سنت است و به طور کلی از اصول اسلام پیروی میکنه. در این مذهب تحصیل علم برای همه مسلمانان شامل زنان به عنوان یک وظیفه و حق شناخته میشه. این اصول برگرفته شده از آموزه های قرآن و از سنت پیامبر بزرگوار اسلام هستند که بر تحصیل علم تاکید کردند. و در تاریخ اسلام زنان زیاده بودند که به تحصیل و آموزش پرداخته و به ویژه در دوره های مختلف اسلامی از جمله در مناطق تحت تاثیر فقه حنفی و علم آموزی مشغول بودند. برخی از زنان عبارتند از حضرت بی بی عایشه صدیقه همسر پیغمبر بزرگوار اسلام، یکی از بزرگترین عالمان تاریخ اسلامی است. او در زمینه های فقه، حدیث و تفسیر قرآن دانش وسیع داشت و به طور گسترده به تدریس و مشاوره پرداخته بود. و دیگر حضرت عایشه صدیقه است، از جمله کسانی بود که علم و دانش را ترویج میکرد و شاگردان زیاده داشت. و همینطور ام المؤمنین حضرت زینب، یکی دیگر از زنان با علم و با دانش در دوران حضرت پیغمبر بزرگوار اسلام بود که به ویژه در مسائل دینی و فقه مهارت داشت. کتب فقه حنفی مانند البداهه و السناهه نوشته سید اسماعیل ابن امام و الکتاب نوشته ابو حنفی به طور کلی هیچ محدودیتی بر تحصیل زنان نمیگذارد. یک کتاب به طور گسترده به مسائل مختلف فقهی پرداخته و تحصیل علم را برای زنان به رسمیت میشناسد.
علمای برجسته انفینیز بر حق تحصیل زنان تاکید کردند. به طور مثال ابن عابدین، یکی از مشهورترین علمای انفیست، در کتابش رد المختار به مسائل مختلف فقهی پرداخته و به ویژه بر اصول اسلامی تاکید کرده است که شامل حق تحصیل برای زنان نیز می شود. ابن قیم الجوزیه، یکی از علمای مشهور اسلامی است، در کتابهای خود به ویژه در زاد المحاد به نقش زنان در تحصیل و علم آموزی اشاره کرده و بر اهمیت آن تاکید میکند. طاووس بن کیسان، یکی از تابعین معروف، به طور ویژه به تحصیل و علم آموزی زنان در دوران اسلامی اشاره کرده و نقش آنها را در انتقال علم مهم دانسته. این روایات و نقل قول ها بیندای گرامی نشان می دهد که در تاریخ اسلام از جمله در مذهب انفی تحصیل علم برای زنان مورد تاکید قرار گرفته و هیچ محدودیت دینی برای موضوع وجود ندارد. محدودیت هایی را که در برخی جوامع و دوران ها مشاهده می شود، بازم تکرار می کنیم، بیشتر مسائل فرهنگی و اجتماعی مربوط می شود تا به اصول دینی. امیدوار هستم در این رابطه بیندای گرامی ما که بعضی ها سخت تحت تاثیر قرار گرفتن متوجه شده باشن که هیچ ممانعت در دین برای تحصیل وجود نداره، چون وقتی در حوزه تحصیل ببندین، انسان از معرفت با خدا، از آشنایی با جهان هستی دور میشه. وقتی که دور شد، اینا مردمان بی سواد بارمین که این چیز را نمیفهمن. وقتی که نفهمن، همیش مورد استفاده قرار میگیرن، همیش مثل یک ابزار می باشن. چنانه که ما شما در دوران میبینیم که از روز که به اصطلاح طالب و به اصطلاح عام چی پیدا شده، داهش و انصاری، گروپ های دهشت افغان و تروریستی که پیدا شده، شاید در ابتدا اینا در ابتدا میگم نه در حالت آل، بعضی ها به اساس نیازمندی ها تشکیل شده باشن، اما این گروه های کال تشکیل شده، این از بیسوادی ملت ما چگونه اینا استفاده میکنن و چگونه اینا سربازگیری میکنن. یک روز میبینه تعداد از جوانان بیسواد و بیدانش ما که تحت تاثیر تبلیغات نادرست ملانمه ها قرار گرفتن، اینا یک روز میرن به صفوف طالب میپیوندن، یک روز میرن به صفوف داعش میپیوندن. اگر اینا واقعا تحصیل داشته باشن، اگر اینا درهای مکاتب برایشان باز باشه، هیچ وقت فریب از این شیاطین عصر را در لباس اسلام نمیخورن. بحث جالبی بود بیندای گرامی، امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بین که ادامه بحث بریم در شهر نروژ با دخت شجاع، پرکار و با انرژی که همیشه صدایش بلند است و هیچ وقت هم نمیخواهد که صدایش خفه باشه، از با او دنبال میکنیم. بانو مینا رفیق عزیز، درود بر شما و بینندگان گرامی. شین بسیار زیاد تشکر بار رفیق عزیز که دعوت ما را پذیرفتین و با ما هستین، و موضوع هم موضوع جالبی هست که در رابطه با خود شما، در رابطه با حقوق شماست که چگونه برای شما هر روز اینا محدودیت های خلق میکنن. بانو رفیق، شما جریانات را تعقیب کردین، من شما را تعقیب دارم، دوست داریم نظر شما را در این رابطه بپرسیم که آیا واقعا صدای شما حورت است و شما حق ندارین بلند صحبت کنین، بلند گپ بزنین، قرآن شریف بخونین؟ و بفرمایید، از اینجا شروع میکنیم. اول تشکر از شما از دعوتتان و از کوچک نوازیتان. بر من یک چیز سرپرایزینگ نبود، برام جالب نبود خبر هستیم طالب که از چی میخواین، از روز اول که آمدن چی فتواها میتن، ار روز و ار سات و ار ما و بعد از این کدام طرف ما روان هستیم. I was not surprised at all. اما ای که صدای ما، چهره ما، وجود ما، عورت ما است، یعنی ای به یک انسان توهین است، برای یک زن، بر هر کسی که باشه، که ما خود پوت پنهان کنیم که یک کس دیگه باید از جنت بره و گناه نکنه و غیره. ای بر احترام انسانی ما توهین بزرگ است و صدای ما عورت ما نیست.
تشکر. ولی اونا میگن که این محدودیت هایی را که اینا خلق کردن مثلا در قانون جدید و بیشتر تاکید از اینا بالای طبقه نسوانه است، اینا رو میگن که تطبیق شریعت است، اما تا حال هیچ آیت، هیچ به اصطلاح روایت، هیچ حدیث اینا نتونستن که ارائه بدن که واقعا این چیزایی رو که اینا میگن مطابق شریعت است. شما تا حال که با دوستان صحبت کردین، برداشتان از این گپای طالب چی هست؟ فقط اگر این حقیقت داشته باشه از نگاه اسلام، باید است که علمای دین یک جا شون و بگویند بله طالب درست میگه. و اگر طالب درست نمیگه، در اسلام تو یک چیز نیست، باز هم 3 سال شد ما در زندان هستیم، اسیر گرفته شدیم، باز هم باید از علمای دین اسلام یک جا شون که نی اینجا اشتباه است، در افغانستان نقض حقوق بشر وجود داره، زن هم انسان است. اما متاسفانه ممالک اسلامی، علمای دین، مساجد همگی یک خاموشی اختیار کردن. ایکونا از چیز می ترسن یا ایکونا بر از اونا کدوم ماده داده شده یا چیز دیگه داده میشه، ایره ما نمیفهمیم. اما جفای کلان در حق زنان افغانستان و مردم افغانستان جریان داره که همگی تماشا میکنه فقط. خب با چنین تماشایی و با چنین سکوت و با چنین نظارگری، خب پس چی باید کرد؟ چگونه جهان را متقاعد بسازیم که اشتباه کردن این گروه را بخصوص در رأس امریکا بر گرده ملت نصب کردن، و چگونه ما باید این قوانین به اصطلاح در داخل افغانستان نگذاریم که تطبیق شد؟ خب ما مسلمان هستیم، آنچه را که تا حال دین مبین اسلام گفته و حدیث نبی بوده در افغانستان تطبیق شده، اما بیشتر از اینا چی میخواین؟ بله، ار ای گروه ها که می آین میگن که نی او دولت پیشین یا گروهی پیشین مسلمان درست یا اسلام درست در افغانستان ناوردن، از خود قانون قیده می کشن. اما فرض کنیم که امی است در اسلام، پس ما اقصی میگن اسلام ات یک دین، هر دینی که باشه نتن اسلام، او دین قبول نداریم، که او ما را عزت نمیته، بر ما احترام نمیته، ما را مثل یک شای بسته کنه، صدای ما نبرای خداوند خودش بر ما صدا را داده، ای چهره را داده، ای وجود داره، چرا ما ایره مورلا کنیم؟ چرا ما ایره بسته کنیم؟ اگر یک جنگ است، اگر یک دعوا سمرای خدای خود حل کنن، ما رو چرا؟ ما کم گرفتن و زندانی کردن. سوال شما که ما چی کردن میتونیم؟ امی کار ما تا به حال میکنیم، باید از ادامه بکنیم. صدای زنان هر روز بلند شده میره. اگر در یک مملکت دیگه از افغانستان میره، صدایشون پخش و خلاص نیست، بلندتر شده میره. ما از مردم عامی بار میخوایم که امرای مردم افغانستان، بخصوص زنان افغانستان، هم صدا شوند. این حقشان است و باید از یک فرض انسانی ماست که امرای انسانی که در یک حالت می باشه که در حالت حذف شدن هستیم، ما اینجا ما مجبور هستیم یک دیگر کمک کنیم، صدای خود بلند کنیم، بر مردم عام بکنیم. آمریکا، روسلان، هر جایی که می تونن بر ما خرابی کنن، خرابی خود کردن، پروژه های خود تطبیق کردن در وطن ما. حال نوبت ملت است، نوبت مردم است که صدای خود بلند کنه و نمانن. اما که می گفتن ناموس و عزت و غیرت و مادر وطن، حالا نوبتش هست که نشان بکنن که واقعا یک شعار تنها نبود، یک شعار خالی نبود، در عملا باید از نشان بکنن. تشکر، زنده باشید. من میخوایم یک چیزی را پرسان کنم با رفیق عزیز. میگن صدای زن حورت است. خب وقتی صدای شما جز حورت است، شنیدنش برای ما هم باید گناه باشه، برای اینکه صدای شما حورت است. اما اینا هر روز با خانم های بیگانه، با مثلا امی امروز با خانم اوتانبایو در قندار یک عکس دست جمعی گرفتن که خانم اوتانبایو در وسط است و همه گی در دور بر از این قرار داره. آیا اونا چی فکر میکنن؟ برای خود از اینا گناه، از جمله گناهکاران نیستن که هر روز صدای حورت میشنون؟ امی پاتریارکات است که به نام دین و به نام هر چیز دیگر مردا را میخواهند که بلند باشه و ما را اصلا انسان نبینند. بر خود از اونا هر چیز حلال است. یک زن را به زور بگیرن، سرش تجاوز کنن، نام نکاح اجباری بانن یا نکاح بانن، برشان حلال است. اگر ما حق خود را بخواهیم، طلاق که حق موضوع را بخواهیم، به نام بسیار بد یاد میشیم. خودشان را یه رقم دوستا بشینن، امرای زنان بشینن، مصاحبه داشته باشن یا هر کار دیگر، در زندان تجاوز جنسی میکنن، فیلم میگیرن، اوکی از برشان. او هم سر زن است که این کار کردن که زن پاک شود. این تنها یک پاترکات است، تنها یک مرد سالاری، پدر سالاری است که اینا در افغانستان دارن، در عمل آوردن و دنیا هم خاموش است. مردای افغانستان واقعا باید، اگر هر کدامشان بر زن خود، بر خواهر خود، بر مادر خود،
بر همسایه خود، بر انسانیت، بر انسان، بر زن احترام دارن، حالا نوبت چیست که صدای خود بلند کنن. عزیز یادتر خراب شده نمی کنن، عزیز یادتر به احترامی شده نمی اینه باید همگی صدا بلند کنن، همه صدای اعتراض بلند کنن. یکی در بخش ما هلیست که ما و شما در تلویزیون ها و در رسانه ها صدای خود به زبان خود بلند میکنیم که این خود ما میشنیم، ولی خوب است که این صداها اعتراض ها به زبان های بیگانه ها هم باشد تا حداقل بیگانه هایی که یارت سر ما وردن دست بردارن از این بازی با سرنوشت کشور ما. خانم رفیق، من امروز کلپ هایی را دیدم، بسیار جالب بود و در کلپ ها ما شما را هم پیدا کردم که همگی روح آوردن به این که صدای ما عورت نیست و آهنگ خواندن. این کمپاین از کی شروع شده و روی کدام اصل شروع شده؟ بعد از همین که طالبا آخرین امر خود دادن راجع به زنان که تا در خانهشون صدایشون بلند نشه، صدای خندهشون یک مرد نشه و غیره، از گروه اتحاد هم بستگی فکر میکنم این اعتراض شروع شد و هم اگه یک شعر میخوانن یا یک لباس سرخ میپوشن یا لبسیرین سرخ یا هر کار میکنن اعتراض خود نشان بدن یا باید میخوانن و غیره شعر میکنیم و امی هشتگ نشته میکنیم که صدای من یا صدای زنان عورت نیست. و چند روز پیش که دیروز تمام شد ایراس فستیوال در اسلو نروژ بود، در جمع کلتور افغانستان نشان دادیم امرای موزیک و رقص و غیره، او را من امروز یا دیروز بود بر طالبات تقدیم کردم. ما اتن که کرده بودیم سر استیج او را برشان شیر کردم و خودشان هم تک کردم که اصل یک زن که حق خودم می پامد این چونین می باشن. صدای ما، خود ما، وجود ما را خود ما سرش باید از تصمیم بگیریم. یک کس دیگر نیه که ما دل ما که جنت میریم یا دوزخ میریم به هیچ کسی مربوط ندارن. هر کس مسئولیت خود خودش داره. ما آزادت اولش شدیم و آزاد میخواییم بمیریم. ولی در این آزادگی ما باور بیدارم که بالاخره این صداها به یک سیل خروشان مبدل میشه و راه نجات به وجود میایه. ولی هرچی را که من میخواییم به منعی سوال آخر بپرسم، ما در گروپی که شما شیر کردین هفته گذشته بوده، بخیالم شما یک مجلس هم داشتین در نروژ که دوست داریم در این رابطه با کی ملاقات داشتین و این ملاقات روی چی اصل میچرخید؟ در خط ما با وجود که اکتیویست هستم، اکشنیست هم هستم و در زیاد جا هستم، در اسب اسوی هستم، در اسب سازمان جهانی آف هستم، کینه گروپاتار، آل دقیق نکنم کدام منظور شماست، اما بختر 15 آگست ما دو تظاهرات داشتیم و یک نشست همراه پارلمان نروژ که از طرف سازمان جهانی آف گرفته شده بود. او جمعه بعض اصحاب مختلف صحبت های کردیم، کمی اجندای ما بود که اپارتای جنسیتی را کدام از اصحاب آماده هستن که به رسمیت بشناسن یا حداقل در اجندای خود داشته باشن، چون سال دیگه جن انتخابات است، کمک میکنن بر ما، حداقل صدای ما میتونن تا یک حصه شون و راههای بعدی چی است، صدای زنان افغانستان چه قسم در نروژ شویم، چون که نروژ مثل امرای ناتو در افغانستان بود 20 سال اوجا بودن، 20 سال خرابی کردن، 20 سال خود اساکر نروژی فوت کرد، آل استپ بعدی چی است. وعده همکاری دادن و در ماه اکتبر نشست بعدی ما هست، امید یک همین کمپاین اپارتاید جنسیتی تقریبا از مدت هاست که شروع شده. از دید شما، از دید شما، گرچه که ریچارد پنت در گزارشش آمده بود تاکید هم کرد و عالمانه ممنوع دخول به افغانستان شده، دیگه چی تأثیر کرده؟ یعنی فکر میکنین که بالاخره نتیجه خواهد داد و بالاخره این طالب ها و همین اداری طالب ها مجرم شناخته خواهد شدن در این رابطه؟ یعنی ما قسمی که روان هستیم، قسمی که ما کمپاین ها را یک جا میگیریم، تهیه میکنیم، تمام جنبش ها، تمام سازمان ها، همه ما یک حس میتونه که ما کامیاب میشیم، چون که وقتی که ما را یک دولت میخواه برای یک نشست سر از ایچی صحبت میشه و طالبا هر بار که اسلو آمدن یا نروژ آمدن قسمی که ما علیشان بلند شدیم، اگه یک نفر بودیم یا صد نفر بودیم، حداقل مردم متوجه ساخته و دولت ها متوجه شده که ما متوجه هستیم. حالا بسیار زیاد یا فارشیکتی بسیار متوجه هستن که یک کار نشه که بر میدیا گپ نرسه، چون ما امرای میدیا هم تماس خوبتر فعلا داریم. فکر میکنم یک کمک کلانش در راجع به پارتای جنسیتی بلند صحبت کردن راجع به زنان افغانستان در هر سیک ما یک سیج خورد کلان داریم،
سری صحبت میکنیم و ما یک انرژی پوزیتیو راجع به چیزا رو کمک میشیم به اینجا. شاید وقت زیادتر بگیره اما یقین دارم که میشه. خب چه خوش باشد که بعد از انتظار با امید رسد امیدواری. از اون گذشته ها گفتن که صبر تلخ است ولیکن بحر شیرین داره. من یقین دارم که بالاخره ملت افغانستان بار دیگه طعم آزادی را خواهند چشید، ولی امیدوار هستم که باز هم مبارزات شما، قربانی های شما، فداکاری های شما، رنج هایی را که مخصوصا نسل جوان ما کشیدن، پیشگام هایی که مثل ما بودن، من خود پیشگام نمیتونم باشم، بزرگوار و سیاسین ما خود میدان خالی گذاشتن برای نسل جوان، ولی امیدوار هستم در فردای آزادی، در فردای پیروزی بگذارن که نسل جوان خودش تصمیم گیرنده باشه، نه ای که باز هم تمام زحمات شما قربانی بازی های سیاسی شوه و بار دیگه چند موری از اینجا و آنجا بر گرده ملت نصب شوه و ماها به دور از اونا بچرخیم. بیاین که یک کار دیگه کنیم خانم رفیق، برای چند دقیقه با شما یک جا همین صداهایی را که خانم ها بلند کردن میشنویم و در آخر باز پیام از شما رو میگیریم. موافق هستین؟ بله بله. ویدای گرامی، در اعتراض به قانون جدید طالب ها که صدای زن جز عورت است که ما بیشتر در مقدمه گفتیم که اینا اشتباه میکنن، یک برداشت نادرست از دین دارن، یک تعداد خانم ها که ما تعداد کمیشان گفتیم اینا پیام هایی گذاشتن، آهنگ خواندن، شعر خواندن، گفتن که صدای ما عورت است. با هم یک جا ببینیم. با مادر میهن بگو بگو از ما، بگو که دریافتیم راه حقیقت را، بگو که ای مادر به خاطر میهن ترانه میخوانیم، بگو که ای مادر شکوه میهن را همیشه خواهانیم. چه عالمی دارد، چه لذتی دارد، چه عالمی دارد، چه لذتی دارد، با پهنه هستی صدای خواستن ها، ز سینه انسان همیشه برخواستن. و مادر میهن بگو بگو از ما، و مادر میهن بگو بگو از ما، بگو که دریافتیم راه حقیقت را، بگو که ای مادر به خاطر میهن ترانه میخوانیم، بگو که ای مادر شکوه میهن را همیشه خواهانیم. صدای زن عورت نیست. من لاله آزادم، خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرت آهویم، آبم نمی باران است، فارغ ز لب جویم، تنگ است محیط آنجا، در باغ نمی رویم، از خون و رگ خیش است گر رنگ به رخ دارم، مشاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم، بر ساقه خود ثابت فارغ ز مددگارم، نی در طلب یارم نی در غم اخیارم، از سعی کسی منت بر خود نپذیرم، قید چمن و گلشن بر خیش نگیرم، بر فطرت خود نازم وارث ضمیرم، آزاده برون آید آزاده بمیرم. صدای من عورت نیست. صدای زنان، صدای زنان افغانستان عورت نیست. زنده باد زنان افغانستان. گلش گفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار آزادی، بار بار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار آزادی. صدا صورت من عورت نیست. هیچ قدرتی در جهان نمیتواند صدا و صورت زنان را از جامعه حذف نماید. ما با همین صداها و صورتها در مقابل ظلم و بی‌عدالتی شما مبارزه می‌کنیم.
از فراز این دو کش تا کرانه ایراد می فروشد از هر کس بی قرار آزادی. گل شکفت خواهد چون یک بهار آزادی. من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. از فراز هندو کش تا کرانه حیرات می خروشد از هر کس بی قرار آزادی. صدا و صورت من عورت نیست. خاکت شوم ای وطن به دستی که افتادی. گریه کردم برای آزادی. مظلومی ای میهنی من از نفس افتادی. گریه کردم برای آزادی. صدای من عورت نیست. من سرود خواهم خواند بار بار آزادی. من سرود خواهم خواند بار بار آزادی. بار بار آزادی. بیا دیوارها را در نویسم و جای ضعف خود باور نویسم. بگیر دستم بده دستت که با هم کتاب سرنوشت از سرنویسم. هیچ قدرتی نمیتواند صدا و تصویر زنان را حذف بکند. ما با همین صداها بر علیه نابرابری ایستادگی خواهیم کرد و شکست شما را حتمی خواهیم ساخت. پیروزی از آن ماست. آزاد شو از بند خیش، زنجیر را باور نکن. اکنون زمان زندگی است، تأخیر را باور نکن. حرف از هیاهو کم بزن، از آشتی ها دم بزن. از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور نکن. خود را ضعیف و کم ندان، تنها در این عالم ندان. تو شاهکار خالقی، تحقیر را باور نکن. بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش. زیبا و زشتش پای توست، تحقیر را باور نکن. تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی. از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن. ایزن خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید. پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن. صدای زن عورت نیست. خب ما یقین داریم که این صداها به گوش جهانیان میرسه. امروز تمام صفحات، تمام گروپ های را که است اینا چک میکنن. چی پیام آخر دارین برای پایان صحبت امشب یا امروز بانو رفیق عزیز؟ بسیار افتخار میکنم که زنان افغانستان یک بار دیگه بر جهان نشان دادن که ما خاموش نیستیم و با هیچ نام ای باید اسیر از اونها نمیشیم. اگر نام دین مثلا هر چیز را بگیرن بازان ما یاد گرفتیم و یاد داریم که از حق تو چه قسم دفاع کنیم. و از بقیه دوستان میخواییم که هم صدای ما شانده ای کمپاین جاین کنن و میبینم که تغییرات در راحت اکنون تغییر میره. قسمت امروز طالب ترسیده، قسمت سپورترهای طالب ترسیده، از او خانمهای کلابی طالب میکنن. امید که بعد از این کار میکنن، نشستی که در آلبانیا در ماه آینده است. امید میکنم و خواهش میکنم که اگر یک بار همیشه به این صدا یک بار دیگر بشنوند و درد عزیزانایی که باید میخوانند حس کنند، از دل خود، از قلب خود، از جان خود، در وطن خود یک کم اکرام پیدا کنند. تشکر.
یک چیز در آخر برنامه بیندای گرامی یاد بکنیم که مخالفت با قوانین سخت گیرانه طالب ها که در مخالفت با دین مبین اسلام است، مخالفت ما یا اعتراض ما بر علیه دین مبین اسلام نیست، بلکه با قوانین خود ساختی طالب هاست که دین به اصطلاح برای خود یک دستاورد قرار دادن و مردم اذیت و آزار میکنن. صدای تان هم بیش رسابت بر رفیق عزیز و امیدوار هستم که روز بخیر زمینه مساعد شود که ما و شما در داخل کشور ویرانه ولی بابستان جهان در اونجا باشیم و صحبت های خود داشته باشیم. الله پاک نگهدار شما. وقت خوش باشید.